پیشرفت 62% متروی پرند. ساخت این خط مترو با توافق دولت به شهرداری تهران سپرده شده، اما مشکلات اعتباری مانع سرعت گرفتن ساخت این پروژه شده. امروز مدیران متروی تهران سری به این پروژه زدند. فایننس، این راهکار جدید متروی ها برای فرض مشکل کم اعتباریه. دولت کار ساخت مترو تهران پرند رو از سال گذشته به طول حدود 51 کیلومتر به شرکت مترو تهران واگذار کرد. قرار شد یک فاینانسور اینجا در واقع بگیریم، از این اینا که فاینانس میکنیم این پروژه رو، انشالله فاز اولش تا پایان سال قابل بهره برداری. این تر با داشتن 5 ایستگاه در 2 مرحله اجرا میشه. مرحله اول از حرم مطهر امام راحل آغاز میشه و تا فرودگاه حضرت امام خمینی به طول 32 کیلومتر ادامه داره و مرحله دوم اون هم از فرودگاه تا شهر جدید پرند به طول 18 کیلومتر امتداد داره. 10.5 کیلومترش به طور کامل ریل‌گذاری شده و چیزی به همین اندازه هم همه چیش آماده است، تراورسش نصب شده، ادواتش در کارگاه آماده است. به محض دریافت ریل اون رو هم تکمیل میکنیم به همین مقدار. مسیر مترو در کنار فرودگاه امام خمینی به صورت روگذر است و سپس وارد تونل میشه. مسیر ما از اینجا به سمت پرند ادامه پیدا میکنه و در این منطقه قرار هست که در آینده توی طرح هست که یک شهر فرودگاهی بسیار بزرگی ساخته بشه. لذا برای اینکه ما احتزاز بکنیم از برخورد با تقاطع این شهر آینده، اینجا مسیر رو از زیر به شکل تونلی عبور دادیم و به سمت شهر پرند رفتیم. قرار شد که از طریق فایننس این پروژه رو دنبال کنیم. این شاید راهکاری باشه که حرکت رو در این مسیر نیم ساعته کنه، اگر طرف قرارداد هم خود ایستگاهی وقتگیر نباشه. ان شاءالله امیدواریم که این به زودی به نتیجه برسه و این پروژه با چینیاست یا نه؟ نه ممکنه خیلی ها دیگه مراجعه میکنه، باید ببینیم با کی در واقع به توافق میرسه.